حالا ما میخواییم این حق حاکمیت رو موضوع بحث کنیم. مسئله لایسیته که میخواییم به اصطلاح اون بر اون بر برسیم، مستقیم به خود بحث بخواییم بپردازیم، یه مسئله ساده نیست. شما بگید که ما جمهوری خواهی لایق هستیم و قضیه حل بشه. الان در خود اروپا کشورهایی هستن که این از دولت جدا نیست، آزادی در از این فرانسه لایق هم بیشتر هست، مثل دانمارک. پس این مسئله ایست که باید خوب موضوع بحث بشود، شکافته بشود، تمام جوانبش با محکار عمومی در میان گذاشته بشود. چون در کشور ما اینطوره که بله به نحسی که شما میگید لایک، یاد رژیم رضاخان میفته. در ترکیه هم که بگید لایک، یاد دوران آتاتورک و بعد از اون میفته. یه نوع دیکتاتوری به نام این که من آنم که میخواهم دین رو از دولت جدا کنم، لایسی که اصلا برای این است که دیکتاتوری نباشه. برای این نیست که یه دیکتاتوری باشه که صفت دینی نداشته باشه. از یه محتوا میخواد. ظرف خالی نیست لایسی که. ویژگی اولش، من اینجا 14 ویژگی نوشتم برای لایسی که. قبلا این رو در یک سمیناری در ایتالیا موضوع بحث قرار داریم، از تو زبان فارسی نبود با کارشناسان اروپایی و حالا زبان فارسی با شما در میان میگذارم، ولی البته در 15 دقیقه نمیشود. من همینقدر بتونم فهرست کنم برای شما. اون ویژگی اولش این است که دولت لایق باید که پر باشه. از چی؟ از حقوق ملی. منافع ملی نمیگم، حقوق ملی، حقوق انسان. عرض کنم به شما اصول راهنمای مردم سالاری. نه، همه باید با شفافیت تمام در قانون اساسی بیاد. حالا تنها مسئله دین هم نیست، مرام هم هست. دولت مراممند هم نمیتوانه باشه. برای که میشه دیکتاتوری، اول خودشون مرام نقض میکنه. در اروپای شرقی دیدیم، اول خودشون مرام نقض میکنه، بعد میشه خالی، خالی از هدف، بعد هم میمیره. اینه که دولت باید که لطف فرموده بی مرام باشه. مرام مال انسان هست، دین هم مال انسانه، مال هر کس هر سلیقه‌ای داره. پس این تفصیل زیاد داره، من همین خیلی خلاصه میخوام بگم که این ویژگی اول لایسیته اینه که دولت باید خود باشه از حقوق، حقوق ملی، حقوق انسان، اصول راهنمای مردم سالاری، علاوه بر اینها حقوقی که ما به عنوان جامعه از جامعه های بشری در محیط سیست کل جهان داریم، در فضا داریم، اینا ما حد داریم. همچنین نیست که بگیم محصور میشه به مرزای ما. این حقوق باید به دقت روشنی در قانون اساسی بیاد. عرض کنم به شما ویژگی دوم این که همینه که الان عرض کردم، دولت میباید مطلقا، چون فقط حقوق رو در بر میگیره، خارج از اون هر چی باور هست، خوب بد، نمیدونم راسیونل ایراسیونل، اینا به انسان مردم مربوطه، به دولت مطلقا ربطی ندارد. مرام و دین مال مردم است. خب حالا این مسئله اینجاست که شما میاد میگید که باور داشتن یا نداشتن به دینی شأنی از شؤون انسانه، حقی از حقوق انسانه. اما با دولت این وسط چه کار است؟ اون در قانون اساسی باید این آزادی دین، آزادی مرام به دقت و روشنی تمام
بیان بشود. نه دولت تجاوز حق تجاوز پیدا کنه به این آزادی، نه در جامعه کسانی یا نهادهایی این حق رو پیدا کنن که مفتش عقیده مردم باشن. چون این امکانش هست که شما تو قانون اساسی می‌نویسید اینجور اونجور، بعد اون آقای روحانی میگه من امر معروف نهی از منکر دارم، من خودم مراقبم که کی به دین عمل میکنه کی نمیکنه. حالا این دولت باید مراقبت کنه هر کسی دین یا مرام مال خوبیس، دیگری حق ندارد به این حق انسان تجاوز کنه. این ویژگی دوم. ویژگی سوم خشونت زدایی است، جزی از لایسیته است. دولت کارش خشونت گستری نیست مثل رژیم کنونی ایران و استبدادهای من مثل مبارک رو عرض کنم بن علی. این آقای بن علی به عنوان به اصطلاح مبارزه با اسلامگرایی 40,000 در زندان داشت. 40,000 برای جامعه ده میلیون تصور بکنید؟ بله، این دولت کارش باید خشونت زدایی باشه، محیط جامعه رو سالم بکنه برای اینکه جریان اندیشه آزاد باشه تا این دینها مرامها عرضه بشوند، نقد بشوند، به جامعه بتونه آزادانه انتخاب بکنه، انسان ها بتونه آزادانه انتخاب کنن، اکثریت پیدا بشه، اقلیت پیدا بشه، هر کدوم حقوق خودش داشته باشه، کار خودش رو بکنه. عرض کنم به شما ویژگی اگر سوم بوده میشه چهارم، این که دولت میباید خالی از تبعیض باشه و اینکه کارش تبعیض زدایی در جامعه باشه. این که میگن در فرانسه مثلا لایک رژیم دولت لایک دارد، حالا اجرا بشود نشود بس دیگه است، طبقاتی مواقاتی نعمل بلد این بله رژیم طبقاتی است و تبعیض هم هست و همین چیز هست، اما قانون میگوید که لایک دولت لایک دولتی است که تبعیض رو نمیپذیره، تبعیض مرد بر زن رو نمیپذیره، تبعیض عرض کنم به شما سیاه بر سفید، سفید بر سیاه رو نمیپذیره، تبعیض های دیگر رو نمیپذیره. خب حالا ما آمدیم و اینجا یک از لحاظ سوری هم میشه این برابری رو درست کرد که همه تبعیضی هم نباشه، اما از لحاظ واقعی نه. فرض کنید در یک جامعه مثل ایران اقلیت های قومی وجود داره، از لحاظ سوری میشود گفت یه نفر یه رأی، اما یه نفر یه رأی اون اکثریت همیشه مثلا فرض کنید اگر دو قوم فارس و ترک اکثریت باشن اینا دائم میتونن حکومت کنن، اون اقلیت هم هر وقت غرزت بهش بگن که آه یه نفر یه رأی، نه اونجا باید که تبعیضی هم به زیان اونها از بین بره که به طور واقعی همه در اون جامعه برابری داشته باشن. و در ویژگی پنجم این که شفاف باید باشه، قانون اساسی دولت لایک باید در شفافیت کامل تنظیم بشه به ترتیبی که هر کس به هر زمان یه قدرتی آمد مثل قانون مشروطه ما نباشه که آقای علیحضرت آمد گفت آقا من حق اونجا گفته حق انشای قانون دارم، همین اختیار به آقای امینی هم دار و من اختیار انشای قانون دارم، باید روشن واضح شفاف باشه. مثلا مصدق میگفت که شاه حق حکومت ندارد، اون میگفت نه من طبق قانون اساسی حق دارم. عرض کنم که شرط من برد کنم شما قربان چهار دقیقه این جوری گذر به هر حال ویژگی پنجم یا ششم این است که این آقای روژیس کبره عضو کمیسیونی بود که آقای شیرک معین کرد برای این روسری، ماجرای روسری و علامت دینی. اون کتابی هم نوشته و میگوید تحت عنوان سوکی وال و وال. این در اون کتاب میگوید که دولت لایک معنی دارد، جامعه لایق بیمانی است. حرف منطقی هم هست، صحیح هم هست. دولت لایق گفتیم به این جهت که بیطرف باید باشه،
اما با طرف بودن و عقیده داشتن شأنی از شؤون انسان است. پس در جامعه هم که اصل و کثرت‌گرایی است باید چی باشه اونجا؟ عقاید مختلف مختلف رعایت بشود از دینی و غیر دینی. خب در اینجا یه مسئله پیش میاد، اون اشتراکات هست. چون دموکراسی اشتراکات هم داره دیگه، در حقوق با هم موافقیم که میشه قانون اساسی. ها اون اشتراکات و اون موارد حق اختلاف اونم باید به دقت در قانون اساسی مشخص شده باشه. عرض کنم به شما اگر من بخوام با خیلی عجله بروم جلو بروم، مثلا ارزش بعدی میرسه به این که کثرت‌گرایی که اعضا و مختلف اصلا به نام همین کثرت‌گرایی پدید میآیند، اینها میتونن و باید اشتراکات داشته باشن که در همون دموکراسی است. و اون اشتراکات اینهاست که دولت لائیک در دولت لائیک بیان میشود، به طوری که اونها بتونن هم در اون چی که اشتراک دارن هم کاری کنن، هم در اون چی که اختلاف دارن با هم مبارزه به اصطلاح صحیح درست کنن. و بالاخره بعدیش عرض میشود به این که نه تنها دولت لائیک باید بی‌طرف باشه، نهادهای اجتماعی هم میباید بی‌طرف باشن، از جمله اونها نهاد دینی. این حقی از ویژه نمیتونه داشته باشه، اصلا رابطش با انسان رابطه ایست که انسانه که باید به اون رجوع کنه، نه به عکس که اون آقا حکومت داشته باشه ولو نه طریق دولت به عنوانی که من نهاد روحانی هستم و تو باید از من پیروی کنی. به این عنوان هم نهادهای اجتماعی نمیباید صاحب مرامی باشن که مخل آزادی و استقلال انسان باشه. عرض کنم دارم ایست که داره تمام شد. یه دقیقه دیگه بله یه دقیقه دیگه عرض کنم میشه بعد عدم سانسور. این باید به دقت در قانون اساسی مشخص میشه بعد که دولت حق سانسور نداره. بعد اینکه دولت مصالح ملی خارج از حقوق ملی، به این جهت گفتم من نمیگم منافع ملی، چون این دولت ها کارشونه، اونجا که پای حقوق میاد میخوام بزنن زیر پا، پای مصالح ملی کهش معلوم نیست چه تعریفی داره پیش میکشن یا منافع ملی پیش میکشن، بنابه اون حقوق انسان حقوق جامعه رو میزنن زیر پا. پس این هم مال اصل تقدم حق بر مصلحت. بعد اصل تفکیک ناپذیری حقوق است. دولت حق نداره که بگه این حق رو تو فیلن این حق داشته باشه اون یکی رو من میخوام اگر بخوای هر دو داشته باشی نمیشه، نه این باید تفکیک ناپذیر باشه. طب اصل عدم تقدم یکی بر دیگری، حقوق رو نمیشه یکی رو مقدم بر دیگری کرد. و بالاخره اصل این که برابری در حاکمیت به معنای واقعی باشه، یعنی به ترتیبی که الان عرض کردم یه نفر یه رای درست، اما این باید واقعی باشه نه سوری. الان تو فرانسه یه نفر یه رایه، اما میدونیم که سوریه. بسیاری از اکثریت بزرگی از جامعه امکان واقعی برخورداری از حق رو ندارن. اینا باید در قانون اساسی گنجانده بشود که جمهور مردم تکاتک یکایی که مردم این حقوق رو داشته باشن. از وقتی که من دادید سپاسگزارم.